امیدوارم حالتون عالی باشه. کشور دوست هستم عزیزی اپلای. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و شاد و سرحال باشید. امشب هم با یه لایو دیگه در خدمتون هستیم. لایو دوممون در مورد روانشناسی هست. تو همین چند روز گذشته لایو دیگه هم در مورد روانشناسی داشتیم که بکراندشون متفاوت بود، ولی لایو امشبمون با پوریا هست که لیسانس روانشناسیش رو دانشگاه فردوسی مشهد خونده و الان داره واسه فوق لیسانس اپلای میکنه. یعنی فوق لیسانس اپلای کرده، از چندین تا دانشگاه مختلف تو کشورهای مختلف اروپایی پذیرش داره. به خاطر همین گفتیم که الان خیلی دید آپ تو دیتی داره نسبت به اپلای برای روانشناسی توی اروپا. به خاطر همین در واقع ازش خواهش بکنیم که اد بشه و داشته باشیم. سوالاتتون هم به ترتیب می‌پرسیم بعد از اینکه در واقع معرفی مفصل ان شاء الله انجام. سلام بویا جان. سلام، خوب هستین شما؟ قربانت، سلامت باشی. شما چطوری؟ قربون شما، متشکرم. مرسی. صدام خوب داریم؟ همه چی عالیه. صدا تصویر اینا عالیه. بچه‌ها اگه کانفرم کنن ما دیگه کامنت‌ها رو با اجازهت ببندیم و قربون شما، خواهش می‌کنم. شروع کنیم. آقا اولا من تشکر می‌کنم که دعوت ما رو قبول کردی. خواهش می‌کنم. و اومدی که تجربیات رو در اختیار بچه‌هام قرار بدی. دیگه ممنون دیگه. خود بتونی شروع کنی. قربون شما. از چی شروع کنم اول؟ یه معرفی در مورد خودت برو، اینکه مثلا لیسانس و اینا چی بودی، چجوری بود، معدلت چجوری بود، بعد اون روند رو می‌خواستی بگی که معدلت بهتر شد، بعد کجاها اپلای کردی، روند تک تک کشورها رو بگو که بچه‌ها بتونن اپلای کنن. بسیار. والا من ترم 6 بود که به تصمیم گرفتم اپلای کنم، بعد شروع کردم به زبان خوندن. بعد در این حال انگاری ترم 6 و ترم 7 هم داشتم و 8 انگاری زبانم میخوندم و مثلا پایان نامه هم داشتیم و اینا. بعدش اول تصمیم گرفتم که تصمیم اصلیم بود کانادا و آمریکا بود. بعد حالا بنا به یه سری دلایل نشد که انگاری زود آزمون بدم و خب از سر همینم انگاری خیلی لطمه خوردم. من فکر کنم که پارسال شهریور ماه فارغ التحصیل شدم. بعد اول آذر آزمون زبان دادم. بعد شروع کردم به مکاتبه با اساتید برای کانادا. بعد اکثر پوزیشن هایی که بود و انگاری من یعنی یه چنگی بهش زدم، این ناخونکی زدم، با استاد مکاتبه کردم اینا، ولی خب جواب مثبتی نگرفتم و خب دلیلش هم این بود که دیر بود. یعنی به هر کی ایمیل میزدم طرف میگفت که آقا من اینترنشنال میخواستم دانشو گرفتم. و اینکه نکته بعدی این بود، بعد آذر ایمیل میزدی توی دینا بود ایمیل میزدی؟ نه نه، هم آذر من آزمون رو دادم آذر. اومدم بیرون کردم به ایمیل زدم. اوکی. بعد خب نکته اول اینه که خب واقعا اون تایمی که اون ددلاینایی که میگم واسه زبان واقعا رعایت کنم بچه. من خودم مثلا اگه یه ماه دو ماه زودتر آزمون میدادم از من خیلی شرایط فرق میکرد مسلما. بعد توی همین ایمیل ها اونا به همه از کنکوردیا شروع کردم، رفت مکمستر، کالتون، تورنتو، همه استادی پیدا نکردم. خب ولی مثلا دو سه تا جواب گرفتم، یعنی جواب زیاد گرفتم، دو سه جواب که گفتن اوکی مثلا اپلای کن، کدتو بده به ما. ولی خب بازم چون جیاری نداشتم استاد خیلی روی کردش مثبت نبود نسبت به اپلای من. یه استاد از تورنتو پیدا کردم، یه دونه استاد از کنکوردیا. نکته بعدی اینه که حالا واسه روانشناسی باید جیاری داشته باشیم برای کانادا. حالا مثلا بچه های مهندسی حالا با رزومه های قوی هر جو شده، مثل همین دوست اسمش امیر شهریار بود فکر میکنم، شهریار آره، با بک‌گراند مهندسی بدون جیاری اوکی شد کارش. ولی واسه سایکولوژی واقعا باید جیاری داشته باشه. واسه هر شاخه‌ای که شما بخواید اپلای کنید فقط یه دونه کنکوردیا بود که ریکوارد نبود، مثلا گفته بود استرانگلی ریکامندد که مثلا جیاری داشته باشی. خلاصه این که از کانادا. بعدش دیگه رفتم سراغ اروپا. بعد هلند یه جوریه که مثلا واسه روانشناسی خیلی پوزیشن‌های خوبی ارائه میده، علاوه بر پوزیشن های خوب فاندای خیلی خوبی هم ارائه میده. اولین دانشگاهی که شروع کردم دانشگاه ماستریخت بود.
بعد تیلبرگ اپلای کردم، توونته، گرانیگن و رد بود. ماست و یه نکته هم بگم که واسه روانشناسی یه مقدار اپلایش فرق میکنه با بقیه، مثلا با مهندسی یا مثلا مدیریت و اینا. اینجوری شما مثلا سی ویت جدا از این که باید جدا از این که باید سی وی داشته باشی، اس او پی داشته باشی، اینا باید یه سری ریسرچ بکگراند بهشون ارائه بدی، اکسپیرینس تو مثلا بگی چیا کار کردم، و اینکه همه دانشگاه یک فرمی بهت میدن واسه آمار، و این خیلی براشون آمار خیلی مهمه. باید مشخص کنی که مثلا چیا رو گذروندی، تو مثلا رگرسیون اگه گذروندی تو چه کورسی بوده و اینا. ماستریخ اینجوری بود که 100 یورو اپلیکیشن فی دادیم و حالا اون چیزهایی که میخواست وارد کردم و اپلای کردم و اینا. بعد از اون یک مصاحبه داشت و بعدش یک رایتینگ اسسمنت داشت. دانشگاه تیلبرگ و گرانیگن نمیدونم چی اینا رو کی شروع کردی اپلیکیشن فرم پر کردن؟ ددلاینشون تو چه فازی بود تقریبا؟ حدودا جنوری شروع کردم من هلند و یک ماه و نیم دیگه داشتم اپلای میکردم، چون گفتم بتون اپلایش خیلی زمان بره، خیلی از چیزهای مختلف میخواست. بعد این نکته دیگه هم بود مثلا هیچکی تو روانشناسی اپلای نکرده بود. بعد مثلا من همه چیزو کورس دیسکریپشن و اینا رو همه رو خودم جور میکردم، خودم مینوشتم اینا، واسه همین خیلی زمان بر شد. حالا در تو هلند داشتم صحبت میکردم که چقدر پوزیشن ها و فاندای خوبی ارائه میده، ولی خب من اگه برگردم دیگه هلند اپلای نمیکنم. یعنی اون جدا از اینکه یک عالمه پوزیشن خوب داره، فان داره، ولی فکر نمیکنم گزینه مناسبی باشه واسه اپلای به دو دلیل. اولین دلیلش اینه که اپلیکیشن فی های دانشگاهش خیلیه. من فکر میکنم اگه بچه همونو بذارن مثلا جمع کنن GRE آزمون بدن کانادا اپلای کنن خیلی بهتره. مهم و دومین نکته اینه که خیلی مهمه این نکته، اینکه هلند بک‌گراند ما رو که بی ای آف سایکولوژی باشه رو قبول نداره. یعنی من از تیلبرگ و توونته ماستریخ دقیقا به همین سه تا دلیل ریجکت شدم. یعنی فرمش گفت آقا بک‌گراند نمیخونه. بعد برای گرانیگن هم بهتون گفتم، فکر کنم تو پی وی گفتم که پذیرش مشروط بود، که گفت پری مستر رو بگذرونی 15 ECTS بعد از اون وارد دوره ارشد. چه کورسی بود تو 15 ECTS میدونی؟ کورساش آمار بود بیشتر. بعد آمار رو اذیت کردن دیگه، سر آمار. آره سر آمار. بعد چیزم بود، ما مثلا کورسایی که تو بچلر گذروندیم ما فقط یه دونه SPSS خوندیم خب، ولی اونا مثلا EG میخونن، تول باکس EG لب میخونن، اینا ما هیچ کدوم نخوندیم. تازه SPSS ایشان همجوری یعنی علکی بلکی ترم یک گذروندیم، به خاطر همون بود. برای همین و اون ردبودی هم که من پذیرش گرفتم، من با داندرز اینستیتیوشن مثلا تمام کارم با داندرز بود، با دانشگاه ردبود نبود، به خاطر همین بود که پذیرش هم من فکر میکنم اومد. و این نکته خیلی مهمه، اگه خواستین اپلای کنین هلند قبلش حتما با ادمیشن آفیس خود دانشگاه، نه فکلتی، خود دانشگاه ایمیل بزنیم بگیم آقا من اینه بک‌گراندم، از ایران اومدم اینا، میخونه اگه میخونه که من اپلای کنم، اگه نه که خب هیچی. بعد از اون چیزی که گفتی من دانشکده روانشناسی شونه؟ نه دانشکده نیست، پژوهشکده است. پژوهشکده روانشناسی. آره اینجوری بود که یه سال کورس میگذروندی، یه سال تو داندرز بودی، یعنی تو انستیتوشنش کار میکردی، انگاری پژوهش میکردی اینا. حالا رد بودم، یه مصاحبه داشت، مصاحبه رو گذروندم. حالا در ادامه اگه خواستیم از مصاحبه هم صحبت میکنم که مثلا چیا پرسیدن و اینا. اگه آره حالا بعدا میتونیم برگردیم، نکات مهمی بود. خب پس در مجموع الان به این یک دلیل که این که خب خیلی قبول نمیکنن و پیر مستر پذیرش میدن و اینا، دلیل دوم چیه که بلند خوب؟ دلیل دومش اینه که فانداش خیلی خوب، یعنی فاندای خوبی داره نسبت به بقیه کشور اروپا، ولی با توجه به اینکه خود هلند هزینه‌اش خیلی بالاست به نظرم به صرفه نیست. مثلا همین رد بود، من نامه پذیرشم اومد بعد رجیستر میکردم. بعدش بعد از این که موقعی که می‌خواستی رجیستر کنی بعد واسه ددلاین، بعد واسه اسکولارشیپ اپلای می‌کردی، در بین
در این حالت اگه من اسکولارشیپ رو میگرفتم 10,000 یورو بود که شهریه سالیانه 10,500 یورو بود، بعد هزینه زندگی ماهی 1,000 تا 900 یورو بود. خب خیلی زیاده واسه همین. بعد ولی ماستری حالا یه فاندی داره، فکر کنم بهترین فاندی که تو روانشناسی هست و داره، 29,000 یورو بود. بعد بچه شاگرد اول دوم سوم فقط میتونستن اپلای کنن واسش. که اگه بعد ماسترت مثلا پذیرش میداد اون شهریه رو میپوشون، هزینه زندگی هم میداد. نه دیگه تازه شهریه هم نمیپوشون، سالی 10,000 بود. آره یعنی ترش 5,000 تا باز میموند. واسه هم خیلی فکر نکنم گزینه مناسبی باشه. بعد از حالا هلند برم سراغ ایتالیا و روسیه. بعد اصلا روسیه اپلای کردم. این هلنده که هیچی کلا، یعنی پذیرشش خیلی به نظر من خوب نبود. حالا بعد رفتم سراغ روسیه. روسیه انگاری یه اپلیکیشن داشت پر میکردی مثل بقیه جا، با این تفاوت که پروپوزال میخواست، بعد یه اسکایپ داشت، بعد اونو انگاری فول اسکولارشیپ گرفتم. منتها فول اسکولارشیپ توی روسیه توی اسکایپ هم خود استاده بهم گفت که یه فرق عمده‌ای با بقیه جاها داره. یعنی که فول اسکولارشیپ مثلا تو آمریکا یعنی که فول فاند و همه چی اوکی، ولی اینجا شهریه رو میده، خوابگاه رو میده، ولی ما اینجا 5 یورو 5 دلار باید پول خوابگاه بدی که خب تقریبا هیچی نیست. بعد یه سوشال کارت هم بهت میدن که مثلا ترانسپورت و اینا اوکی باشه. بعد فضا فقط میمونه که خود باید بدی دیگه. ها فضا هم انگاری با خوابگاه است، یعنی اوکی خوبه دیگه. آره. بعد با بچه ها که مثلا اچ سی پیدا کردم، بچه ها اونجا بودن، بعد تو هزینه هاش پرسیدم، گفتن هزینه هاش با این سوشال کارت که میده، با این خوابگاهی که تهیه میکنه و تیوشن هم نمیخواد بدی، مثلا ایران در میاد ماهیانه. مثلا کلا حساب کردم با وسیقه میشد 80 تومان که 22,600 وسیقه، سالی دو بار رفت و برگشت به ایران بلیت کلا میشه 80 تومان. او حساب کرد سالی دو بار و آره خب خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. بعد این پروگرامش 2 ساله تز دو داره ساله. و بعد پروپوزال هم نوشتی براش، یه مصاحبه هم رفتی و بعد. آره. کجای روسیه هست میدونی؟ موسکو. خیلی هم عالی. خب اینم از روسیه. بله. دیگه چی؟ بعد بریم سراغ آلمان. هم؟ آلمان والا من خیلی قصدم جدی بود سرش که قشنگ بشینم درست حسابی اپلای کنم داشت. بعد مونتا حالا یه نکته خیلی مهم میخوام در تو سربازی بگم، حالا اگه وقت شد حالا در ادامه. من میخواستم پارسال واسه مثلا نروژ میخواستم اپلای کنم، یه دانشگاه NTNU بود نوروساینس ارائه میداد اینا، ولی مدرک آفیشیال میخواست قشنگ باید دادگستری میبردی و اینا. بعد میخواستم مدرک رو بگیرم، بعد نمیشد بگیرم. چرا؟ چون اون موقع یه بخشنامه اومده بود که با برگ سبز نمیشد مدرک رو بگیری، ولی الان میشه. خب من به خاطر همون خیلی از موقعیت‌ها از دست رفتم، میخواستم اونجا مدرکمو بگیرم همین وینترش برم آلمان، ولی خب نشد به خاطر همین بخشنامه. و تو مدت هم این بخشنامه لغو شده بود، ولی میرفتیم آموزش میگفتیم آقا ما با برگ سبز میخوام مدرک بگیریم، میگفت نمیشه. ولی خب اشتباه داشت میکرد، قانون عوض شده بود نمیدونست. خب اینم در نظر بگیریم که قانون عوض میشه و اینا نمیدونن که مثلا عوض شده و اینا. بعد مدت ها انگار دی ماه بخشنامهش برداشته شد و من رفتم آزاد کردم مدرک رو، چون آلمان و اینا باید آفیشال واسهشون بفرستی. حالا کانادا و مثلا ماستریخت هم قبول کرد، گفتم آن آفیشال دارم من، نمیتونم خدمت دارم و اینا، گفت اوکی بفرست.